همزمان با فرارسیدن روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مجالس عزاداری و سوگواری در دفاتر و مؤسسات آیت الله شیرازی در سراسر جهان برپا شد در مراسم برگزار شده در این دفاتر و مراکز علاوه بر تلاوت قرآن کریم سخنرانان به سخنرانی پرداخته و مراسم عزاداری هم برگزار گردید دفاتر و مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو همزمان با فرارسیدن سال روز شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزبان برگزاری مراسم عزای فاطمی بودند در شهر مزار شریف افغانستان صدها نفر از محبان حضرت زهرا علیها سلام در دفتر آیت الله العظما شیرازی حضور یافته و به عزاداری پرداختند در حسینیه آل یاسین واقع در سیدنی استرالیا نیز بعد از تلاوت قرآن کریم و قرائت زیارت آشورا مجلس ازاداری فاطمی برگزار شد در این جلسه سید عبدالله نقیب به زبان انگلیسی و سید علی اصغر مدرسی به زبان عربی سخنرانی کردند. در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع در شهر مقدس قوم نیز عموم مؤمنان و آلمان دینی همراه با حضرت آیت الله العظم شیرازی دام به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به اقامه عزاداری پرداختند حجج اسلام آقایان فتاحی اسلامی و شریفانی در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند در کشور کویت حسینی الامام المهدی عجل الله تعالی فرج و شریف از مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه نیز اقدام به برگزاری مجلس عزاداری نمود سخنران این مجلس حجت الاسلام شیخ حسین المتوع بود و مدده اهل بیت علیه السلام سید مهدی قزوینی نیز به روزخانی پرداختند در شهر جنگا در کشور ماداگاسکار انجمن خدام اهل بیت علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله شیرازی با برپایی یک موکب و توزیع آب میوه و شربت به معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها و مصیبت های وارد شده بر آن بانو و ماجرای شهادت حضرت محسن ابن علی علیهما السلام پرداختند هیئت فاطمیه از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس قوم نیز مطابق سالهای قبل به بزرگ داشته شعائر فاطمی پرداختند. مؤمنان و اعضای این هیئت هر شب در منزل یکی از مؤمنان حضور میابند و به اقامه اعضای فاطمی میپردازند در شهر لکنو هندوستان نیز مجالس بزرگ داشته ایام حزن و اندوه فاطمیه از سوی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام زلو در حسینیه جنت المعاب از مراکز علمی مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی عدیب هندی وکیل آیت الله شیرزی شیرازی در کشور هند و مسئول شبکه ماهواره حضرت خدیجه سلام الله علیها در این مراسم سخنرانی کردند. علی اکبری اخبار شیه